step right up and behold one of the unexplained mysteries of the universe. Is he man or beast? این موجود از کجا اومده؟ یه هیولاست یا انسانه؟ بیاین داخل رو به جواب سوالتون برسیم. ما هم برای رسیدن به جواب باید بریم داخل دنیای فیلم نایتمر الی. سلام دوستان، خوش اومدیم به برنامه دکوپاژ از چنل کافه سی. من علیم و میخوام شما رو با فیلمی آشنا کنم که اسمش ترسناکتر از خودشه. برای حمایت از برنامه لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم اگه پسندیدین لایک کنین و از زنگوله غافل نشین. By the same lust and threat that got us all walking on this earth, but gone wrong somehow in maternal womb. Guillermo del Toro کارگردان فیلم اسم ناشنایی نیست. هم توی فصل جوایز موفق بوده و هم فیلم‌های مشهوری ساخته مثل پسر جهنمی، هزار توی پن و شکل آب. اما این بار از اون دنیای فانتزی فاصله گرفته و تو فیلم کوچه ترس سراغ هیجان و جنایت رفته. از اونجایی که قراره در ادامه داستان فیلم تعریف بشه، لطفاً بعد از تماشای نایتمر الی به دیدن این ویدیو ادامه بدین. اسم فیلم و افتتاحیه کوتاه و مرموزش نوید یه اثر معمایی و حتی نوآر رو میداد، اما نایتمر الی به سختی از پس ژانرهای هیجان انگیز و جنایی بر اومد. فیلم توی دهه 40 و 50 امریکا میگذره و یه فضای نسبتاً مخوفی داره. اما توی بخش اول قصه ما رو وارد یه سیرک بزرگ و ظاهراً همه فن حریف میکنه. این سیرک البته یه جای امن واسه شخصیت اول فیلم، یعنی استن با بازی برادلی کوپر که ظاهراً داره از یه چیزایی تو گذشتش فرار میکنه. به هر نحوی که هست استن خودشو توی سیرک جا میکنه و کم کم سعی میکنه تا ایده های خودشو اجرایی کنه و حتی یه سری حقه های ذهن خونی رو یاد بگیره. در این بین با یه دختر به اسم مالی با بازی رونی مارا آشنا میشه و یه رابطه عاطفی ریزی هم با همدیگه برقرار میکنن. استن با نجات دادن سیرک از دست پلیس ها هم یه جورایی قهرمان شناخته میشه، هم تکنیک های ذهن خونیش رو به رخ میکشه و هم مقدمه فراهم میکنه تا با مالی یه کسب و کار ذهن خونی درست و حسابی توی شهر را بندازن. Miss Molly, you have a question for us? No. You're not going to get an answer then. قصه اینجا ما رو میبره به 2 سال بعد، جایی که استن و مالی نمایش موفقی رو اجرا میکنن و حسابی کارشون گرفته. کیت بلانچت در نقش دکتر ریتر که یه روانشناسه هم اینجا وارد قصه میشه و یه جورایی تحت تأثیر حقه های استن قرار میگیره و سعی میکنه تا به استن نزدیک شه و یه علاقه بین خودشون ایجاد کنه. If you displease the right people, the world closes in on you very, very fast. سکانس‌های دو نفره کوپر و بلانچت که نسبتاً طولانی هم هستن، درخشان‌ترین لحظات فیلم محسوب میشن. این دو نفر تصمیم میگیرن تا با هم همکاری کنن و استن از اطلاعات بیمارهای دکتر استفاده کنه تا جلسات ذهن‌خونی خصوصی برگزار کنه. این وسط هم روانشناس قصه ما استن رو مجاب میکنه تا روانکاوی شه و از همین طریق به یه سری رازهاش پی میبره. استن که حسابی مجذوب خانم دکتر جذاب قصه ما شده، حتی پولهایی که از جلسات ذهن‌خونی در میاره رو هم توی گاف صندوق مطب میذاره. Nothing can hold you back.
با اینکه زینا همکار قدیمی استن توی سیرک بهش درباره احضار روح هشدار میده، ولی به حرفش گوش نمیده و میره سراغ آقای گریندل که خیلی پول داره و توی عذاب وجدان قدیمی گیر افتاده. استن هم با اطلاعاتی که از دکتر ریتر گرفته به گریندل نزدیک میشه و با کمک مالی سعی میکنه تا یه صحنه احضار روح به صورت جسمانی رو ترتیب ببینه که خب همه چیز همیشه اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره. Let me ask the questions. What is inside the bag? در آخر برمیگردیم به صحنه افتتاحیه فیلم و از قضیه استن و پدرش سر در میاریم. قضیه‌ای که دکتر ریتر ازش به عنوان مشکل استن با مردهای پیر و میل به کشتن اونها یاد میکنه. البته تو فیلم هم میبینیم که استن سه مرد پیر رو میکشه. بعد از اینکه دکتر ریتر یه رو دست حسابی به استن میزنه و تمام پولش رو بالا میکشه، ما شاهد سرنوشت محتوم و نکبتبار استن هستیم. Well, if I may, I would love to demonstrate for you. Jesus. You smell like you pissed your pants. I don't hire no boozers. Now beat it. فیلم نایتمر علی از نعمت بازی خوب کیت بلانشت بهره میبره و خب شخصیتیه که تا حدی پیرو سنت فیلم‌های نوار اغواگره یا همون فم فتال. از طرفی فضاسازی فیلم هم خوبه، اما زمانش طولانی تر از حد تحمل و داستانش متاسفانه قابلیت پیشبینی زودتر از موعد رو داره. I give you a little information and you tell me the truth. در هر صورت آقای دلتورو خیلی توی رسوندن فیلم به ژانر موفق عمل نکرده و به نظرم این تعویض ژانر از فانتزی به جنایی خیلی براش آورده خوبی نداشته. هرچند از منظر فضاسازی و نور شاید بتونه یه فیلم معمایی یا حتی نوار قابل قبول بسازه. مرسی که همراه من و ویدیوی بررسی فیلم نایتمر علی بودین. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و با لایک و سابسکرایب این مسئله رو بروز بدین. اگه فیلمو دیدین حتما نظرتون رو برام کامنت کنین و بگین از کدوم فیلمای دلتورو خوشتون میاد. منتظر برنامه‌های بعدی دکوپاژ باشین و سرحال بمونین. The spirits of alcohol.